أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وعن عبدوني هذا صراط مستقيم. شادی ارواح طیبه شهدای اسلام، روح سعید امام الشهدا، ارواح درگذشته از مؤمنین و مؤمنات عموما، ارواح درگذشته از این جمع خصوصا، روح سعید فقید مرحوم آیت الله صفائی حائری علی الاخص صلوات قرائی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بحثی که از شبهای قبل پی می گرفتیم نکاتی بود در ذیل حدیث عنوان بصری که این پیرمرد 94 ساله که ظاهراً شیعه هم نبود خدمت امام صادق رسید و از امام درخواست کرد که از علم امام بهره‌مند بشود. بعد از افت و خیزهایی که امام او رو پذیرفت و از او سوال فرمود که خواسته تو و مسئلت تو چیست و او گفت که از خدا خواستم که دل شما رو نسبت به من با عطوفت قرار بدهد و خواستم که از علم شما نصیبی ببرم. حضرت فرمودن اون علمی که تو دنبالش هستی که علم مربوط به اولیا و اوصیاء پیغمبر هست، اون علم از سنخ علوم آموختنی و تعلم کردنی و در مقام تعلم بر در مقابل استاد زانوی ادب به زمین زدن نیست. اون علم یک نوری است که از سوی خداوند در افرادی که شایستگی پیدا بکنند و قابلیت بیابند در دل اونها قرار داده می شود. انما العلم، این العلم الفلامش الفلام عهد ذکریه، الفلام طبیعت نیست. همه علوم چنین نیستن. اون علم خاصی که از مواریث و ودیعه های نبوت و امامت هست، انما العلم نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. بعد حضرت برای اینکه بفرمایند چه زمینه ای بایستی در شما در جان شما حاصل بشه تا شایستگی پیدا بکنید که خدا از سر حکمتش این علم رو به شما بدهد، در حقیقت اراده الهی گفتیم از سر حکمت و حکمت هم تابع این است که انسانها بر اساس شایستگی و قابلیت‌هاشون بعضی امور رو دریافت بکنن. فرمود فإن أردت العلم فاطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه. اگر دنبال اون علم هستی اولا در جان خودت دنبال حقیقت بندگی باش. بعد فرمود که وطلب العلم باستعمالهی، و این علم رو اگر دنبال میخواید بکنید سعی کن که با بکارگیری آنچه که از این نورانیت خدا به تو داده است بیشتر طلب بکنی. و راه سوم و اون زمینه سوم آمادگی برای چنین نورانیتی هم فرمود واستفهم الله یفهم کرد. در بحث اول که بحث از راه رسیدن به این علم بود که گفتیم اصل حقیقت ما روح ماست و آرامش روح در قرب به منشأ خودش یعنی خداونده، راه دستیابی به این قرب و آرامش عبودیت. مؤلفه های عبودیت رو هم ذکر کردیم و گفتیم راه رسیدن به این بندگی هم عبارت است از اینکه این مؤلفه ها یعنی معرفت، یعنی محبت، نیت و سنت و اهمیت در ما تدریجا شروع به شکل گرفتن بکنه و در مجموع اگر این روحیه حاصل شد
ما می توانیم به آثار بندگی هم که یکیش نورانیت و علم برسیم. در شب گذشته هم راجع به حقیقت نیت و تسعید و توفیر در نیت صحبت کردیم. گفتیم نیت ها خوب و بد دارند. یک کسی که ریاکارانه میاد به چند تا فقیر کمک میکنه تا دیگران ببینن و نسبت به او به به بکنن، شما وقتی میفهمید نیت این نیت ریاکارانه ایست، تو دلتون این رو ملامت میکنید. دیگران هم اگر بگن چه کار خوبی کرد، شما میگید آقا کارش خوبه، فقرا رو داره اطعام میکنه، اما نیتش نیت خوبی نیست، میخواد خودنمایی بکند. لذا از این مرتبه ریا که بیایم بالاتر، تو یه کاری که دلمون میخواد و باعث لذت خودمونه، تا کاری که برای دیگرانی که دوستشون داریم انجام بدیم، تا برسیم به جایی که خدا مطرح بشه، حالا ترس از خدا یا رغبت به نعمت خدا یا حیای از خدا یا محبت به خدا یا قرب به خدا، پله پله نیت ها بالا میره، که از این گفتیم تعبیر کردیم به تسعید نیت. و امام سجاد هم در اون اوائل دعای مکارم دعا می‌فرمایند که ونتهی به نیتی الی احسن نیات، خدایا نیت‌های خوب درجات دارند، نیت من رو به اون بهترین درجه نیات منتهی بساز. و یکی هم توفیر نیت بود. توفیر از ریشه وفور، یعنی فراوانی، یعنی این نیت خوب و الهی من رو تو همه کارهای ریز و درشت من، نه فقط در عباداتم مثل نماز یا عزاداریم، بلکه در همه کارهای ریز و درشت، کاسبی کردنم، نمیدونم خوابیدنم، خوردنم، ورزش کردنم، درس خوندنم، همه کارهام این نیت رو دامن گستر کن و شامل بکن که همه اعمال من رو در بر بگیره. لذا باز در همون دعای مکارم حضرت فرمودند که اللهم وفر به لطفک نیتی، این محتاج لطف خداست که ما نیت الهیمون در همه کارهامون شروع بکنه جریان و سریان پیدا کردن. و این از توصیه هایی است که پیغمبر خطاب به حضرت ابوذر فرمودن. پیغمبر یه سفارش هایی دارن خیلی مفصل نسبت به ابوذر. از جمله اون سفارش هایی که به ابوذر دارن همینه که یا ابوذر اعبد الله کأنک تراه، ای ابوذر خدا رو بندگی کن آنچنان که گویی خدا پیش روی تو مجسمه و میبینید، آنچنان که کأنه آوردن، چون خدا جسم نیست، تجسمم نداره، ولی خدا رو گویی آنچنان که میبینی و مقابل او ایستاده ای بندگی کن. و اگر همین حالت برای تو نمیشود تجسم پیدا بکند، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بدون که او داره تو رو میبینه و مراقب کار توست. چون قرآن فرمود و قل اعملوا، به آدم ها بگو هر کاری میخوان بکنن بکنن، اما بدانن سه تا ناظر دائما مطلع نسبت به احوال اونها هستن. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری میخوان بکنن اما بدونن خدا، پیغمبر و مؤمنین شاهد اعمال که ائمه دین هستند، اینها شاهد عمل هستند. لذا امام رضا فرمود ایانا عنا در این آیه که فرمود فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مراد خدا از این مؤمنون ما فقط هستیم، ایانا عنا. لذا نسبت به اعمال ما خدا همیشه شاهد و ناظره. حالا گاهی من خدا رو گویی مجسم شده و میبینم و نسبت به او عرض ادب میکنم و آداب بندگی رو اعمال میکنم، گاهی هم نه، من خدا رو نمیبینم اما میدونم خدا من رو میبینه. لذا حضرت اولین توصیهشون یا جز اولین توصیه هاشون به ابوذر این است که اعبد الله کأنک تراه فإن کنت لا تراه فإنه یراک، اگر هم تو او رو نمیبینی بدان که او تو را میبیند. بعد فرمود یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیتون حتی فی النوم والاکل، ای ابوذر در هر کاری سعی کن یه نیت الهی داشته باشی، حتی در غذا خوردنت. غذا خوردن محتاج نیت الهی نیست. من بالاخره وقتی گرسنه‌ام غذا بخورم سیر میشم،
اما وقتی نیتم الهی شد، هم سیر شدن حاصل شده، هم وقتی که برای قضا گذاشتن تلف کردم واقعا اتلاف نشده. چون خدا تو این جهان تنها موجودی است که باقی است و دائم وجود داره. بقیه موجودات عالم طبیعت در حقیقت از بین میروند، از جمله من. هر چیزی که به خود من و نفسانیت من و خواسته های دلم گره بخوره، او هم به تبع من از بین رفتنی است. هر چیزی که با خدا گره بخوره، به تبع خدا باقی ماندنی است. لذا گره بزنید. لحظاتی که مربوط به کارهای عادی روزمره میشه، ورزش میکنم، استحمام میکنم، غذا میخورم، میخوابم، اینا رو گره بزنیم به یه نیتی که گره بخوره به خداوند و به تبع خداوند باقی باشد. اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. شعر حافظ از غرر اشعار حافظه. آن یار که او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود، تنها نز راز دل ما پرده بر افتاد، تا بود فلک شیوه او پرده دری بود، اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. لذا این توفیر در نیت، حضرت فرمودند که ای ابازر، در هر کارت سعی بکن، حتی در خوابیدن.